أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء المقربين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث گذشته مطلبی را مورد بررسی قرار دادیم که اون مطلب در حقیقت جوابی بود برای بعضی از سوالاتی که مطرح می شود و در حقیقت جوابی بود به یک بعد دیگری ها و تک ساحتی ها که متاسفانه ایده‌ای مبتلا هستند. دیدیم که جمعی در این دنیا چنین میاندیشیدن که اگر اداره کنندگان جوامع، زمامداران و مدیران، معلمان و مربیان، اگر اینها خودشون در حد نصاب رشد و کمال باشند، محال است که جامعه را نتوانند به سعادت خود نرسانند. این را بعضی قطعی تلقی کرده بودند و متوجه نبودند که ما یک شرط لازم داریم، یک شرط لازم و کافی داریم. شرط لازم سعادت یک جامعه بودن زمامداران و مدیران و مجریان و هیئت‌های قضایی و فرهنگی بسیار والا، البته این شرط جای تردید نیست، اما نه چنان است که، یعنی تاریخ نشان نمی‌دهد که اگر این مقامات ولو در حد اعلای رشد باشند جامعه سعادتش تضمین خواهد شد. این نیست. انسان گاهی در مطالعاتش، در قضاوتهاش گاهی به افراط دچار میشه. بهترین دلیل بر این مسئله حکومت امیرالمومنین بود که ما با اینکه میدانیم در طول تاریخ از اون زمان که این مرد در عرصه تاریخ بروز کرده است یک نفر نتوانسته است به این مرد اشتباهی بگیره، اشکالی بگیره، و از نظر رشد و کمال میدانیم در حد اعلای اعلای انسان است. با این حال اون 5 سال خورده‌ای چه گذشته است بر این نمیشه ارچوت که سطحی نمیشه اینجور جاها قضاوت کرد. چطور شد تا اونجا که همونطور که در درس گذشته عرض کردیم وقتی پیغمبر را در رویا دید گله کرد، شکایت کرد و حتی با خود اونها گاهی روبرو می شد، می فرمود که شما قلب مرا با خون و چرک پر کردید. ملعتم قلبی قیحا و شهنتم صدری غیوا. این در جنات همین امنیده. اینها یک افراطگری ها و تفریطگری هاست که از یک مرد محقق شایسته نیست که همچه حرفی بزنه. نه آقا، هر وقت اگر اونها درست شدن، بله، یک راه هست، اون این است که حکومت هایی که میخوان، زمامداران و مدیرانی که میخوان جامعه را طبق مطلوب خودشون بسازن، مسلم از خیلی قالب گیری در تاریخ زیاد بوده، آسان مصوب میشه. اما با اختیار چطور؟ بگوییم این انسان را یک اختیار آزادی هم به او بدهید در اون حدی که
آزادیش مزاحم دیگران نباشد، آزادیش مزاحم آزادی دیگران نباشه، بگذارید راه برود خودش راه خیر را بگیره. به اجبارم نمیشه راه خیر را به مردم تحمیل کرد. هر وقت پای جبر آمد در کار، بدانید که در منطقه ارزش‌ها بسته است. این یقینه یقینیست. ممکنه شما دست و پای یک نفر را بگیرید اصلا به جور مرتکب نشه. هر یازرا مثلا مسکرات را که میتوانست بخوره نخوره، قتل نفس نکنه، دزدی نکنه، خیانت نکنه. حتی فرزند شما از نظر علمی اینقدر پیشرفت کنید که حتی اینقدر تصرف کنید که این نیت بد هم از ذهنش خطور نکنه. جبریست، یک ریال ارزش نداره. این در منطقه ارزش ها نیست. و همیشه هم در تاریخ اون سیستم ها که خواسته بودن انسان را در یک سیستم جبری قرار بدهن و به اصطلاح هم سیاست و هم حقوق و قانون و هم مقررات و هم فرهنگ 100% پیشرو باشه و به مردم یک گونه آزادی داده نشود، این در تاریخ همیشه اگر چنین چیزی بوده است، این نتوانسته است برای کمال آزادانه انسانها قدم برداره. البته از کردم مزاحمت را می شود جلوش ها گرفت، آقا مزاحم دیگری نیست. حتی انگیزه هایی میشه به وجود آورد که قدم یم برداره، ولی به شرطی که اون انگیزه حیاتی تلقی کنه، از ناحیه نیروی حیات تحریکات شروع بشه، یعنی حیات را برای او طوری تفسیر کنن که بگوین آقا معنای حیات اینه. و میشه این را از راه فلسفه ها و هنرها به انسان حیات را طوری معنا بکنن که انگیزه هایی که برای حرکت اون حیات در نظر میگیرن مقداری در خارج از قالب های جبری ساختش حرکت کنه، ولی همیشگی نبود. در منطق ادیان این آزادی که اما شاکرن و اما کفورا، اینا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، ما راه را به او هموار کردیم، اراعه کردیم، یا شکرگزار می شود، مطیع می شود و یا کفران می ورزد. این وضعی که ادیان در نظر گرفته است، این برای این است که انسان خود با آزادی و اختیار رو به خیرات برود، رو به کمالات برود. از این جهت مسلم است که افراد خیلی کم خواهد بود. بحث ما امروز از این که شروع خواهد شد که اگر خداوند متعال عنایت کند این بحث را می‌خواهیم مورد بررسی قرار بدهیم. حتی ملتزم هم نیستیم که در همین درس ها مسئله به حل نهایی برسد، بلکه میخواییم که ضروری بودن بررسی مسئله را دوستان و صاحب نظران ما، حتی دانشجویان عزیز ما، جدی تلقی کنن، روش کار کنن. مسئله اینه، آمدن گفتن که خیلی خوب، آزادی بسیار عالی، بسیار خوب، مخصوصا اگر مقصود از آزادی اختیار هم باشه، این جای تردید نیست. ولی اون تضاد درونی را چی کار کنیم؟ این تضاد درونی بگذاره این آقا را بیفته. فالهمها فجورها و تقواها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نفس و ما سواها. فالهمها فجورها و تقواها، سوگند به نفس و اون حکمت بالغه‌ای که او را به وجود آورده و تنظیم کرده و به او اراعه داده است، انحرافش را، فجورش را و تقوایش را. یعنی
در درون انسان ها همونجور که از بعضی از آیات دیگر و احادیث دیگر تقریبا به طور متواتر برمیاد که نفس اماره از یک طرف و اون نفس فطری اولی که موضوع علم نفس جدید اسلامی است که در همین دوران ما انشاءالله تکوّن پیدا میکند این علم و امیدواریم انشاءالله مسائلی را حل کند که روانشناسی جدید به او بی‌اعتناست و علم نفس قدیم هم با تخیلات گذرانده است. ما در این نفس خواهیم دید، در این نفس که به طور کلی موضوع علم نفس جدید اسلامی است، خواهیم دید که مورد سوگند شده، قسم خورده شده به او و او دائما با یک نفس اماره که میاد جلو او به عنوان مانع، این هی باید مقاومتش را نشان بده، جهش کنه و تا به بتونه قدمی برداره در این دنیا. این نزاع درونی ماست. ممکن است کسی بگوید که مسئله تضاد درونی از کی برای خود بشر روشن شده است که این تضاد درونی را داره؟ می توانیم عرض کنیم که این با اینکه خب انبیای عظام سلام الله علیهم اینها در اون جهت که انسان را بیان فرموده اند، انسان اون چنان که هست، این مسئله تضاد درونی را فرموده اند که شما دو تا نیروی درونی دارید که باید اینجا اون نیروی خیر را پیروز کنید بر اون نیروی شر. این هست، چون وقتی که قرآن که کتاب آسمانی ماست از گذشتگان خبر میدهد انسان را که مطرح فرموده از خالق انسان ها به پیامبران همین بود. در کنار این یا به پیروی این دید الهی در باری تضادی که در درون ماست، در یکی از کتاب‌های فلسفی بسیار گذشته 400 پیش از میلاد 380 400 اون محاوره این طوریه، یک گفتگوی دیالوگی انجام گرفته است ما بین یک دو نفر از متفکران یونان. آتنی: آیا هر کس در برابر خود نیز، دقت کنید این تیکه را، آیا هر کس در برابر خود نیز باید چنان بیندیشد که دشمن در برابر دشمن میندیشد؟ تعبیر خیلی تعبیر زیباست. ما در این باره باید اصلی دیگر را بپذیریم. پس سوال چه شد؟ آیا هر کس در برابر خود نیز باید چنان بیندیشد که دشمن در برابر دشمن میاندیشد؟ آقایان درست توجه کنید که سوال ما چیست؟ کلینیاس: خوب گفتی ای مهمان عزیز، میل دارم تو را با این نام بخوانم، نه به نام مهمانی از فلان شهر. اکنون به آسانی خواهی توانست پی ببریم که گفته ما مطابق با حقیقت است، یعنی هر کس دشمن دیگری است، چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، حتی هر فردی دشمن خیش است. این را اجازه بدید ما بعدا نظر خواهیم داد روی این مسئله. دشمن نیست، یک مثل این که مطلبی دارد ایشون، این جهان جنگ است کل، چون بنگری ذره ذره هم شدیم با کافری. اونجا جنگ نخواهیم گفت، اونجا خواهیم تعبیر کرد که دنیا دنیای تفاعل و به هم خوردگی است، نه اینکه من الان دارم با تو روی تضاد نشان میدم تو را از بین ببرم. این مفهوم نیست. مولوی اونجا کلمه جنگ را بد به کار برده، این صحیح نیست. اینا میرسیم، اجازه بدید. آتنی: چه گفتی؟ آری دوست عزیز، پیروزی بر خود بهترین پیروزی هاست. و وقت شما نمیگوید انبیا کار فطری را، فطرت بشر را بیان کردن؟ نه، فطرت بشری چیه؟ بزرگترین پیروز در این تاریخ کسی که بر خود پیروز باشد، این یه مسئله فطری است. 1400 سال پیش باشه، 2000 سال، 5000 سال،
همون نفس فطری اولی است که وقتی درست در باری خود فکر کرد خواهد دید که آقا جان در درون یه دعوایی هست، شوخی هم نبردارم نیست، هست دیگه. بله، نه فقط شما ممکنه مغلوب بشید و خیال کنید تضاد برداشت شد، آدم گاهی شکست میخوریم که ها نه اصلا دیگه حالت تضاد نیست کنه، اصلا رهبریش کنه، قشن راهشم میره منتهاش. در زمان شعیب یه نفر آمد به شعیب بس کرد که یا شعیب تو فرمودی که اگر کسی گناه کنه گرفتار میشه، بدبخت میشه، من یک عمر است دارم گناه میکنم، هیچطوری نشده. شعیب گفت هیچطور نشده با این وضعت که به کلی تخدیر شده و نیک و بد رنگش برای تو باخته است، نمیفهمی در دروته چه شده است، نمیفهمی. این تضاد را عرشبت تخدیر شدن و تضاد را نادیده گرفتن، غیر از این که تضاد را توجیه کرد و معالجه کرد، این تضاد را توجیه درست کرد و پیروز در آمد. این آقا در ادبیات ما پره، در منابع اسلامی که ادبیات ما کاملا تحت تاثیر او بوده، چه ادبیات فارسی ما چه عربی ما، این مسئله هست که اگر کسی در این عرصه هستی به خود پیروز نشود، هر چی بگوید من عرشود که قدمی بر دروغ میگه، پیروز نشود، غالب زندگی او تحت جبرهای حقایق جبرنما و حقایق خود طبیعی با خواهد بود. خب، بهترین پیروزی هاست، آری دوست عزیز، پیروزی برخیشتن بهترین پیروزی هاست و از پای در آمدن در برابر خیشتن ننگین ترین شکست هاست. بله، بله، از پای در آمدن، بله، خب، خب دیگه حالا، خب دیگه حالا به زانو در آمده است، این صدای شکستنشه. خب دیگه حالا چی؟ داری اشتباه میکنی، دروغ میگی، تو الان داری قانون میشکنی، تو الان داری صد میشکنی، تو الان داری برای توجیه موقعیت خود هزاران حلقه های زنجیری اجتماع رو داری به هم میذاری. چی چی؟ خب دیگه با خب دیگه تضاد حل میشه. و از پای در آمدن در برابر خیشتن ننگین ترین شکست هاست. آقا بار دیگر عرض کنم، یه چیزی بدید به بشر بعد ادعا کنید یه خودش رو نگه دارن در تاریخ، این داره یک چیزی میگه، این میمونه و مونده. الان در بس ما تشواهده نشست اینجا، درست است یا نه؟ نمیشه که بادهای هور جار جنجال فلان از تاریخ توقع داشت. آقا بله ما میخواییم در تاریخ رسوب کنیم، نمیشه آقا، مف نیست. شما مطلبی بینید؟ البته ممکن تحت تاثیر انبیا باشن اینها، چون من ایده از اینها دیدم که نام حضرت موسی را بردن و به نبوت اسم بردن، بله بله اینها را من دیدم، منتهاش اگر در تحت تأثیر و جاذبیت پیامبران ایزاب مطلب رو گفتن چه بهتر، چقدر قشنگ فهمیدن، چقدر زیبا پذیرفتن و چقدر خوب تبلیغ کردن، بیان کردن، و اگر هم با نظر به فطرت خود گفتن چقدر عالی فطرتشون را بر ما بیان کردن، و شکست در برابر خیشتن ننگین بارترین شکست است. بله، و انسان اگر در برابر خود شکست خورد بخورد، پیروزی های دیگرش بدترین شکست است. همین دلیل روشنی است که بر این که هر کسی با خیشتن در جنگ است. آتنی عجب، بگذار مطلب را از دیدگاهی دیگر بنگریم. گفتیم هر کس یا بر خود پیروز می شود یا در برابر خیشتن از پای در می آید. آیا همین سخن را در مورد یک خانه، یک آیله شکست می خورد، یک آیله پیروز می شود، یک روستا ممکنه به خود پیروز شود، یک روستا، جامعه یک روستا از خود شکست بخورد، یک شهر نیز، ما هم می توانیم امروز
دودمان بشری را مطرح کنیم. اضافه کنیم ای آتنی، امروز اگر اینجا بودی میگفتیم و تمام جامعه بشر، چون شده یک خانه، شده یک روستا، شده یک شهر، میتوان گفت کلینیا سآلیس بجا. آری این وضع در شهرها و کشورها بارها روی میدهد. اونجا که نیکان و شریفان بر توده مردم یعنی بر بدان و فرومایگان پیروز شوند، حق داریم بگوییم اون شهر یا اون کشور بر خود پیروز شده است و اون را به این علت بسیتاییم. اگر وضع به عکس این باشد، خلاف این را خواهیم گفت. قوانین افلاطون، ترجمه آقای محمد حسن لطفی، از صفحه 9 به تا 10 خورده ای یا 10 مسئله مطرح. خب بنابراین انبیا درباره این تضاد چه گفتن؟ انبیا آمدند خوب بیان کردند، توضیح دادند که در درون شما منتهاش، حالا اون ایشان را بعد بحث میشه که اون دشمن از کجا شروع میشه. اونی که خدا آفریده است و نفس و ما سواهاست و نفس و ما سواها به قدری مقدس است که جای سوگنده، و این که و نفخت و فیه من روحی، از روح هم در او دمیدم، یعنی اینقدر اون روح دمیده شده شرافت و کرامت دارد که خدا به خود نسبت داده است. و همچنین این نفس نفسی است که یکش را مساوی همه قرار داده است. و من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. همین است که می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، اگر خود این بدست و شرست کرمنا نمیشه، این کرمنا نیست. و این نفخت و فیه من روحی، اون روح را که از نظر تشریف خدا به خود اضافه کرده است، این به نفسی نسبت داده شده است که قداست داره. اینا بعد انشاءالله بحثی خواهیم کرد. از ذات این در نمیاد که خورنده خود باشد اون دشمن. اون دشمن از ذات این نفس بر نمیاد. اونی که بعد شروع میکنه گلاویز شدن و حتی میتواند عقل و اندیشه و تجسیم و تفکر و تداعی معانی و همه را در استخدام خود قرار بگیره، همون نفس. این از کجاست؟ الان به طور خلاصه عرض میکنم، بعد انشاءالله در باحث بعدی به تحقیق بیشتری خواهیم داشت. این اون خود طبیعی است که در تمام جانداران هست. این خود طبیعی است که مهار که نشه، چون همینطور یا در عرض یا در شعاعی دور از اون نفس، خود طبیعی کار خودش انجام خواهد داد. چون زندگی طبیعی آدمی را همون خود طبیعی داره اداره میکنه. خود طبیعی حتی این کلمه را هم همه به کار میبرند در مقابل خود ایدئال و در مقابل خود اعلا. چون خود طبیعی این اگر درون را مالک بشه، هر چه پس بزنه از اون به اصلاح خاکریزی های خود نفس مورد قسم، خود همون نفس اعلا، چی من اسمشا عرض میکنم، نفس فطری اولی، نفس فطری اولی، این هر چه پیش بره تورم خود طبیعی بیشتر و قدرت او عالی تر میشه. نفس اماره در میدان شروع که یک تازی کردن، تضاد ما بین اون نفس اماره است و اون نفس فطری اولی که اون بزرگ شده خود طبیعی است. و اگر در میدان تضاد این من غالب شد، اون نفس، نفس شریف، نفس فطری اولی که مورد قسم خداوندی است و عرض شود که مورد نفخ روحه، اگر او پیروز شد، خود طبیعی میاد فقط کار خودش انجام میده و اون مدیریت موعد طبیعی شماست اداره میکنه. اما اگر بخواد تورم پیدا کنه، میدان نفس را بگیرد، تعقل، اندیشه، اراده، هر چی که
به عنوان ابزار و وسیله کار است از دست اون نفس شریف میگیرد، در اختیار خود قرار میدهد تا سقوط ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، تا اونجا هم پیش میبره. این تضاد هست، این تضاد نمیشه منکر شد. حتی در این که این تضاد در درون ماست، بعضی ها شاید گمان کنند که بنابراین ما چشم از یک سعادت حیات اجتماعی باید بپوشیم، به جهت اینکه در ذات خود این انسان مسئله تضاد مؤثر هست و زندگی او را مختل میکنه. این قطعا تسلیت است برای رکود آدمی، تسلیت دلداری است. تاریخ بشری، این همه عظما، این همه اولیا غیر از انبیا، این همه حکما، این همه انسانهای بزرگ، البته یه اشتباهی که ما داریم آقایان اینه، اون این است که غالبا نمره ما ما بین صفر یا صفر یا 20. آقا 10 هم داریم، ما 12 هم داریم، ما 6 7 8 هم داریم، همش یا صفر باید بدیم یا 20. لذا تمام مسائل ما با مشکل دوچار میشه. 17 داریم، 16 داریم، 15 داریم، و این هم یقین بدون از صفری که بالا بره برمشه در تضاد این شخص پیروزی نصیبش شده. همین که از زیر صفر آمد بالا، ولو یک به اضافه یک، از اون به اضافه یک این مرد معلوم میشه، این زن یا مرد، هر کس، این جوان، این پیر، این میانسال، این عالم، این جاهل، معلوم میشود که یک قدم برداشته است، از اونجا مثبتش شروع میشه، میره بیستی که بوی بی نهایت میدهد، با اینکه رقم دوست و پرشم صفر است و ما به او میگیم 20، ولی بله طعم و بوی بی نهایت میدهد. این گیر ما اینجاست. اگر ما حد متوسط ها را بشماریم، من میخوام از بگم اکثریت از یک جهت در خوب هاست، اکثریت مخصوصا اگر در نظر بگیریم که اونها هم اگر تعلیم تربیت های خوب به دادشون برسه، تلفات ما اینقدر نخواهد شد. منتهاش عرض کردم یک دفعه شما میخواهید از اون خوب، مخصوصا سلمان فارسیه، اویس قرنیه، مالک اشتره یا بالاتر، بل اونا رو میفهمم خیلی از اونا استثنایی هم میشه گفت استثنایی، در صورت که استثنایی هم نیستن، اقلیت هم. در تمام دوران ها حقیقت این است که فضای تاریخ را همین ها قابل تنفس ساختند. یک عبارتی مال میخائیل نعیم است که در اول در مقدمه امام علی صوت العداله از ایشون نقل شده است، تعبیر قشنگی داره، میگه اگر این انسان ها که کم و بیش خود را از لجن کشیدن بالا و در ردیف خیلی بالا امثال علی نبودند، بشر از مدتها قبل پرچم سفید تسلیم به مرگ را برافراشته بود که ای مرگ ما را بگیر. چون واقعا اینطور نیست که همه انسان ها مقلد اپیکور باشند، که از شود چیه مال جبران خلیل، جبران خلیل خیلی تعبیر قشنگی داره که یک اشعاری داره در با من صحبت کرده با من خودش یا نفس و یا نفس، بعد میگه که لولا مطمعی فی الخلد ما کنت اعی لحنا تغنیه الدهور بل کنت عنها حاضری قصرا فیغدو ظاهری سرا تواریه القبور. ای من، اگر طمع و امیدی به ابدیت نداشتم، من همین الان زندگی خودم را جلوشان میگرفتم، میرفتم زیر خاک و هیچ وقت گوشم به آهنگ بی سر و ته هستی بده کار نیست، نمیخوام گوش کنم. از اینها شما خیال نمیکنید یکی دوتا بوده، حالا آقا خیلی زحمت کشیدند و لطف هر 20,000 آبگوش میل فرمودند، 20,000 هم نمیرسه بیست، اینجا نمیدونم 7,000 کاسه آبگوش را دارن میل میفرمایند در این دنیا، یه 400-500 بترم گماش،
یه میقدارم هی 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 بخنده دوام شد. آقا برای این برد ترا من اون همه بشر برای این کار میکنم، این طور نیست. منتهاش اشتغالات صنعت یک مقدار این قضیه را پوشاک گذاشته روش، یه خورده پوشانده. اگر یه مقدار انسان را به حال خود بگذارن بگن آقا بفرمایید در کجایی، قطب نمای وجود تو الان کجا را نشان میده بفرمایید ببینم از کجا رد شده ایم، در کجا هستیم، به کجا میخواییم رد شیم، با یک کلمه نمیدانم میزنه کاسه وجود خودشم میشکنه. چی میگید شما؟ با یک کلمه نمیدانم ای واقعا سوال جدی مطرح نمیشه بر اولاد آدم، مطرح بشه میشکنه خودشا. بر خلاصه تعبیریشون خیلی تعبیر عجیبیست و این سخنیست که به قول چیز گفت شاید هزاران نفر بزرگ و در جوامع دارن که جانا سخن از زبان ما میگویی. لولا مطمعی بالخلد ما کنت اعی لحنا تغنیه الدهور بل کنت انها حاضری قصرا فیغدو ظاهری سرا تواریه القبور. حتی در بیت بعدی میگوید اگر اون اندوهای مقدس درباره این که یا در تضاد درونیم من پیروز نشدم، یا جهالت و فقر جوامع دنیا، اگر اون غم مقدس نبود حتی زندگی به یک لحظه‌ش هم نمی‌ارزید. خود اون غم مقدس برای ما سرمایه بقاست. تعبیریست، خیلی تعبیر عجیبیست. چه لذت بار است اون غمی که، چه لذت بار است اون غمی که در مسیر کمال انسان‌ها فضای درون آدمی را اشغال کند. ندهی اگر به او دل به چه آرمیده باشی، نگزینی ار غم او چه غمی گزیده باشی. یا در اون بیتی از سعدی آب حیات من است خاک سر کوی دوست، گرد و جهان خرمیست ما و غم روی دوست. واقعا خود اون غم هم خودش مسئله است، ایده زیاد هم اون غم مشغول کرده چون از بس با عظمته، یعنی در فکر انسان ها بودن، از این که در فکر انسان هاست خود مایه حیاتی برای خودش ذخیره کرده است. و متاسفانه ایده غیر از خود را نمی بینند. در یکی از اشعار بعضی از بزرگان مسئله خیلی قشنگی داره، میگه که در کنار اون جایگاه بلی دستشوری یه چند قطره از بول ریخت است و عرشبت کاهی هم روی اون قطرات بول این طرف اون طرف می رود، پشه روی اون کاه نشسته با حرکاتی که در امواج اون دو سه قطره پدید هست، میگه منم کشتی بان و این از کشتی وجود، این هم دریای هستی. اغلب اگر در اون تضاد انسان پیروز نشود همین است که غیر از چیز دیگه نیست. منتهاش حالا مال این یه خورده بزرگنماست، یه مقدار مثلا نمایشش بزرگه، بله دستشویی نیست، یه مثلا جا کشوریست مثلا که منم ارشد اون کشتیبان و این از کشتی و این هم اقیانوس بی کرام هستی. چیز که بعض مطمئن برسیم برگردیم مثلا تضاد اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، عدوی خانه خنجر تیز کرده، تو از خصم برون پرهیز کرده. اون دارد که یکی از زخاد و عباد در تخونش نشسته بود، سرصدای پای اسبها و تبل و شیپور و کرناش رو شد، آمد از پنجره در را باز کرد، دید ایده ای دارم میرم به جهاد، دید از درون یه صدای آمد که برخیز یالا بلند شو جهاد با مسلمان ها، برو به جهاد برای دفاع از جامعه. دید خیلی هم که سرصدای عجیبیست و خیلی داره شلوغ میکنه این که صدایی که از اینجا میاد. گفت ببینم کیه این، اول بدونم از کیه بعد شروع کنم به کار، برم مثلا
پوتین ها را بپوشم و عرشبت که شمش را بردارم. درست گوش دیاد داد دید نفسه، همون نفس اماری خودمان ها، ماشالله ماشالله، دید اونه. گفت ببینم تو و جهان از کجا؟ چه میگویی؟ مقصودت از این 60 سال تو من رو پدر مادر آوردی، اصلا دشمن من تویی، کدام جهاد؟ چه میگی؟ باید بگویی که غرضت چیه. حرکت نخواهم کرد. دید باز هی نهیب میزنه. آقا نخیر، تو نباید از مسلمانان عقب بیفتی، تو نباید از جام خود کنار بکشی، یالا را بیفتی خیلی قوقاست، خیلی. و همین، تا علت شای من نگی تکون نمیخورم. تو بگویی برو به زحمت بیو، به مشقت بیو، برو عرشبت که خودتا بکشتم بده و نظرم اصلاح توست. اصلا میشه من باور کنم 60 سال من در براتو شکست خوردم، دائما تو پیروز بودی بر من، تمام خیرات را از دستم تو گرفتی، تمام اندیشه هایم را تو به خیالات مبدل کردی، تمام نیروهایم را مسلک کردی. مقصودت چیست؟ دید که نفس از درون میگوید که حالا که با اخلاص پرسیدی علت شو بگویم. من بلند شو بریم در میدان جنگ، یه تیری یه شمشیری که خورد به این مثلا اینجای دستم، وقتی که تو بازار تو کوچه میروم این طرف هم آجی رو میگرم که مردم ببینن اینجا تیر خورده. گفت نگفتم؟ نگفتم منظورت رو بگو ببینم چیه؟ نشست و گفت خداحافظ، بذار برم. این به جهاد نمیره، این برای تجارت داره میره، این برای شغلت پرستی داره میره، این برای این است که مردم به من نگاه کنید، خواهش میکنم به من نگاه کنید، این برای این داره میره. حقیقت این است که همینطور که در این کلام دیدیم، ما پیروزی برخیشتن بزرگترین پیروزی هاست. که بود دیدم درباره امیرالمومنین علیه السلام یک جمله‌ای داشت، او میگفت که درباره این مرد بزرگ هر بزرگی حرف زده است، هر کس که درباره این مرد بزرگ مطلبی گفته است قطعا خود او بزرگ بوده است، بزرگ شناس بوده است. او بینیوم باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. من هم یک مطلب درباره اون بزرگ بزرگان عرض می کنم و اون این است که این مرد بر خود پیروز بود، مالک خیشتن بود، لذا می توان گفت مالک هستی بود، مالک برخیشتن، مالکیت برخیشتن. خب آیا می شود که این تضاد را ما پیروز شویم؟ بلی. این که داریم نسبی پیروز می شویم، معلومش که پیروز می شویم، یه مسئله ایست دیگه. آقا دو ضرب در دو با همون واحدهای مقرری که بگیم، دو مقصود دو تا همون واحد قراردادی مونه، اون دو هم اون زرد در هم علامت این است. این نمیشه گفت که به طور نسبی چهار میشود، این نه دیگه، به طور مطلق اگر مقصود از واحد اینه، این دیگه همیشه چهار. در اینجا اگر گفتیم ما که شده است ایده‌ای در این تاریخ بسیار بسیار به درجات بالا رسیدن در پیروزی، در سلطه بر این تضاد و توجیه این تضاد، اگر دیدیم این ریاضی نیست، مثل دو ضرب در دو نیست، اگر دیدیم قدم را گذاشت به بالا، بیس را از صفر زد به بالا، از به اضافه یک شوشه داره میره بالا، منوش که میتونه بره دیگه و بره تا 20ش تا هر نمره قراردادی که برای حد اعلا در نظر گرفتید. خود این گفت بهترین دلیل بر امکان شی وقوع شی است. اگر چنین واقع شود، معلوم شد چنین چیزی امکان داشته است. به اضافه این که تاریخ خبر از انسان‌ها به ما می‌دهد، خبر از گذشت‌ها می‌دهد، خبر از عظمت‌های بزرگی می‌دهد. حقیقت این است که اگر از تاریخ ما وجود اینها را منها کنیم، ما دیگر برای خواندن در تاریخ اصلا مطلبی نداریم، حرفی نداریم. شما دقت کنید، مثلا یه تاریخ را باز کنید، میخونید به یک نفر که یک عظمتی از خود نشان داده است، تمام چشمون دنبال اوست در اون صفحات. آ کجا رفت؟ چه شد؟ ها
او چجور شد. همین طور تمام برای شما، اگر اون نویسنده تاریخ هم قهرمان داستانش او نیست، ولی برای شما حالت قهرمانی داره، بگن یک مقدار عدالت ورزیده، یک مقدار در تضاد حاکم بوده. خب احادیث ها، این آیه را بخونم برای انشاءالله بمونه برای درس بعدیمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ابرع نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف عرض کرد من نفس خودم را تبرع نمیکنم، با اون عفتی که یوسف به خرج داد، با اون عظمتی که یوسف به خرج داد، و واقعا اون گونه که او بر خود پیروز شد و برای پیروزمندان برخیشتن واقعا سمبولی شد، پرچمدار قافله پیروزمندان برخیش، این یوسف شروع کرد در اتاق دویدن. الله اکبر، خدایا چه آفریده ای. شروع کرد دویدن، درها بسته بود، تواریخ اینطور میگوید، بلکه وقتی شروع کرد جدی دویدن، خدا لطف فرمود از درها باز شد، که وقتی از در عبور میکرد، اون زن مصر از پشت پیراهنش را گرفت و کشید و چه پیراهن پاره شد. مقصودم این است که گرچه رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف وار میباید دوید در پیروزی برخیشتن. بزرگترین عامل این دویدن هاست و جلوگیری از این که مبادا یأس مسلط بشه. لذا خداوند متعال کمک خواهد کرد، همون خدایی که مسیر ما را از سنگلاخ تضاد قرار داده است، اون خدا عقل را، انبیا را، وجدان را برای ما وسیله حل تضاد قرار داده است. انشاءالله در درس بعدی همین را تکمیلش خواهیم کرد. با این آیات خداوندی پروردگارا ما را در این تلاطم و طوفان تضاد درونی پیروز بفرما. خداوندا پروردگارا راضی مباش، ما بندگان ناتوانت در مقابل خودمون به شکست ننگین دچار بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.